سلام بچه ها، من دریام. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه بعد از یک ماه حدودن و یه ویدیو متفاوت. نه دوست نداشتم هیچ وقت تو زندگیم ویدیو رو پر بکنم، ولی خب حرفایی که تو این یه سال تو دل من مونده و اینکه شما هم حق دارین از کسی که یه چیز حدود مثلا 80% زندگیشو باهاتون در میون گذاشت بدونین که خب چه اتفاقاتی افتاده. همیشه کامنت های من پر از همین سوال و اینکه امروز اومدم بالاخره این داستان رو براتون تعریف بکنم و بگم که تو این یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده، نه به خاطر ویو، نه به خاطر هیچ چیز دیگه ای، فقط به خاطر اینکه این حق شماست که بدونین و یه ذره خودم احساس کنم که خالی تر میشم که براتون تعریف بکنم که چه اتفاقاتی افتاده. خب بچه داستان اینکه من چجوری وارد یوتیوب شدم و اینکه خب یه سری دوستی ها چجوری به وجود اومد. از اول پیج خب توی ویدیو فکرام 1000 تایی شدن کانال من کامل راجبش توضیح دادم و اینکه اونو نمیخوام توضیح بدم دیگه و اینکه اسم هیچ کسی هم نمیخوام تو این ویدیو ببرم، چون این ویدیو صرفا برای کساییه که میخواستم بدونن که چه اتفاقی افتاده. فکر کنم کسی که خب از اول کانال با من بودن میدونن که چه اتفاقی افتاده و میدونن که در مورد کیا حرف میزنم، برای همین لازم نیست که اسم کسی رو ببرم. و خب داستان آشنایی و همه اینا رو میدونین و اینکه خب همه چی خب خیلی اوکی بود، همه چی خیلی عادی بود. یه چیزی که بعد از همین اینجا بدونین اینه که اکثرتون میدونین که من مشکل افسردگی داشتم. من سالها افسردگی خیلی شدید داشتم، اینو خیلی کوچیک جاهایی بهش اشاره کردم ولی هیچ وقت کامل راجبش حرف نزدم. چیزی که همین الان بعد بدونین اینه که زمانی که من وارد یوتیوب شدم، زمانی که من آشنا شدم با یه سری افرادی، من تازه داشتم، یعنی افسردگیمو میذاشتم کنار، تازه داشتم درمانمو مثلا کامل میکردم، وسط درمانم بودم، اینکه تازه داشتم قرصای مثلا ضد افسردگیمو کمش میکردم و خب تو شکننده ترین دوران زندگیم بودم، به خاطر اینکه داشتم درس میخوندم، تحت فشار مالی شدید بودم، داشتم یه سری تصمیمای برای آیندم میگرفتم و نمیدونستم اصلا بعد چی کار بکنم. کسایی که با افسردگی سر و کار دارن میدونن، احساس میکردم هیچ کس تو این دنیا منو درک نمیکنه. اون موقع خانواده‌ام منو خیلی اونقدر درک نمیکردن و اینکه خلاصه و این آدم ها که تو زندگی من بودن میدونستن، تمام اینا رو میدونستن و خب شاید یکی از دلایلی این که من خیلی ناراحتم از دستشون اینه که اینا رو میدونستن. نمیدونم چه جوری بهتون بگم، اینجوری شاید یه مثال بزنم، شاید یکی از دوستاتون رو هول بدین و این دوستتون یه سکندری بخوره، هیچ اتفاقی هم نیفته، مثلا جفتتون هم مثلا حالا مثلا از دستتون یه ذره ناراحت بشه ولی اوکی باشه، ولی وقتی یکی از دوستاتون مثلا پا نداره، اینو وقتی هول بدی با کله میخوره زمین و کاری که با اون کردین خیلی بزرگتر بوده. من اولین کسی نبودم که این اتفاق بر من افتاده، همون موقعی که بر من اتفاق افتاد همزمان برای یکی دیگه هم افتاد، قبل از منم این اتفاق برای بقیه افتاده. باز میگم من اسم نمیبرم، خودتون میفهمین اگه که دنبال میکردین. آخرین نفرم نیستم، کلا توی دنیا اولین نفری نیستم که این اتفاق براش افتاده و اتفاقی که افتاد اینه که بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته، بدون اینکه هیچ کسی هیچ حرفی بزنه، بدون اینکه من چیزی بدونم، اینا یکو خودشون با خودشون حرف زدن و تصمیم گرفتن که دیگه با من کانتاکت نداشته باشن، دیگه مثلا هیچ حرفی با من نزنن. خب اوکیه، هیچ دوستی زوری نمیشه، هیچ رابطه یا تو نمیتونی زوری با یکی ادامه بدی. یه دلیل میاره که مثلا فلانی تو فلان کارو کردی، من از دستت ناراحت شدم و اینکه دوستیمو باهات قطع کردم. گریه نکن، درگیر نکن، من آدمی نیستم که دوستیمو با کسی قطع کنم. من دوستایی دارم که از زمان مدرسه هنوز با هم دوستیم. من هیچ وقت دل کسی رو نمیشکنم، چون میدونم اگه دل کسی رو بشکنم خدا دلمو بدجوری میشکنه، ولی این اتفاق افتاد و اینکه خب مثلا من نمیدونم بهتون بگم چند بار تک به تک زنگ زدم پرسیدم که از اصلا من ناراحتی فلانی، نه من کاری کردم که ناراحتت کردم، نه چیزی بین ما پیش اومده، من اشتباهی کردم، نه تو اشتباهی نکردی، همه چی اوکیه. همین. خب پس چرا دیگه هیچ کانتکتی بین ما نیست؟ چرا من و توی که هر روز با هم حرف میزدیم الان دیگه با هم حرف نمیزنیم؟ چرا ویدیوهایی که حتی با هم پر کرده بودیم و دیگه تو منتشر نکردی؟ و اینکه میگم همزمان این اتفاق برای یکی دیگه هم افتاد. اون فرد داستان خودش رو داره، اگه که خودش بخواد یه زمانی توضیح بده توضیح میده، اگه هم نخواد توضیح بده نمیده، به من هیچ ربطی نداره. ولی خب اونم دقیقا همین اتفاق افتاد، حتی گفتش که بیا نمیدونم، حالا نباید داستان اونو بگم، داستان اون برای خودشه، بیا آقا با هم بشینیم یه جا حرف بزنیم ببینیم جریان چی بوده. نه جریانی نبوده، چیزی نبوده. شاید خیلی ها ندونن که این قضیه توی روانشناسی بهش میگن بولی کردن، اینکه یه گروه بر علیه یک نفر بشن. بولی کردن فقط این نیست که شما تو مدرسه های آمریکایی دیدین همه شروع کنن به یه نفر مثلا فوش بدن،
اذیتش کنن، کتکش بزنن. نه، اینکه شما همتون یه گروه بر علیه یکی از افراد این گروه بشین، بهش میگن بولی کردن. این کار یکی از بدترین کارهایی که میتونیم با یه نفر انجام بدیم. ولی بازم تا اینجاش اوکی بود و من گفتم اوکی، دوستی زوری نمیشه، دوست ندارم با من دوست باشن. هیچ زوری نیست، هیچ اجباری نیستش بس واسه این کار. و با اینکه من حتی بهم گفتن که چرا این اتفاق افتاده، چرا اینا این تصمیمو بین خودشون گرفتن، شاید باور نشه. من به اون آدم گفتم نمیخوام باور کنم، من نمیخوام باور بکنم. و اوکی، داری با دلیل و منطق به من میگی، ولی من نمیخوام باور بکنم، من نمیتونم اینو باور بکنم. چون اگه بخوام اینو باور کنم، بعد باور کنم تمام این دوستی که تو این چند ماه هم بوده اونم دروغ بوده، اونم اشتباه بوده. و اینکه این گذشت، خب من و یه شخص دیگه که خب تجربه مشابه داشت با من، خب بیشتر با هم آشنا شدیم، بیشتر شروع کردیم همکاری کردن و خب همه چی اوکی بود. من راجع به اون فرد هیچ وقت پشت سرش حرف نمیزنم. الانم میدونم که خیلی پیشرفت کرده، من کانالش رو دنبال نمیکنم، اینستاگرام بلاک کردیم هم دیگه رو، هیچ کانتاکتی با هم نداریم. ولی میدونم که شنیدم از بچه‌ها که خیلی پیشرفت کرده، امیدوارم بیشتر پیشرفت بکنه، لیاقتشو داره که داره پیشرفت میکنه. اگه که من و اون شخص دیگه با هم رابطه‌ای نداریم، واسه اینکه رابطه ما داشت هست، رابطه همکاری، یه ذره راه جداگونه‌ای میرفتش و من اینو نمیخواستم. من نمیدونم که اون شخص چی میخواست، ولی اون شخص اینو نمیخواستیم، من نمیخواستم. و اینکه من اون زمان تصمیم گرفتم که راه قلبمو پیش برم، چیزی که قلبم بهم میگه، و شاید آدم اشتباهی رو انتخاب کردم. اون داستانم حالا یه داستان دیگه میشه، اینکه اسم اون آدم کلا هیچ وقت نمیارم، چون یه آدمی که مثلا چندین ماه فکر میکنی که این آدم مثلا خیلی آدم پرفکتیه، این آدم آدمیه که مثلا میتونی باشی رابطه خوب داشته باشی، اون آدم در عرض دو سه روز بسیار توزرد از آب در اومد و خودشو نشون داد. ولی بازم من ناراحت نیستم به خاطر انتخاب اشتباهی که کردم، چون بازم میگم آدم باید همیشه چیزی که قلبش میگه رو دنبال کنه. دوست داشتن زوری نیستش. من پشیمون نیستم از انتخابی که کردم، ولی خب به این دلیل رابطه من و اون شخص هم کلن تموم شد. چون که دوست داشتن زوری نیست، رابطه یو بخوای مثلا داشته باشی زوری نیست، ولی خب رابطه وقتی از یه مسیری خارج میشه نمیتونی دوباره برگردونیش تو همون مسیر. تا همینجا بس بود این که این داستان توضیح دادم. و اینکه خب راجبه اون حالا اون افراد گذشته، اینکه من از چند نفر بعدشم دوباره همون حرفو شنیدم که چرا اینا رابطه‌شون رو با تو قطع کردن. و شاید باورتون نشه، من یه جوری ناراحت شدم. اینکه من بازم این دلیلو بهتون نمیگم که چرا این کار کردن، چیزی که شنیدم، چون خودشون مستقیم به من نگفتن. و بازم میگم چون نمیخوام حرف یه نفر سوم و چهارم و پنجم رو بیارم وسط، ولی خب اینا همه اینو گفتن و واقعا منو بیشتر از همه ناراحت کرد. که ببین، من یه زمان یوتیوبو، شاید به خاطر پولش هم بود، ویدیو ساختن رو همیشه دوست داشتم. به خاطر همین هم از که هنوز تو تیک تاک ویدیو میسازم، با اینکه تیک تاک واقعا پولی به آدم نمیده، درآمدی نداره. به خاطر میگم فشار مالی که به خاطر درسم بود، روم بود، به این درآمد یوتیوبم احتیاج داشتم. ولی خب من الان درسم تموم شده، من به این پول احتیاجی ندارم. من از شغلی که دارم میرم سرش، 5 برابر ماهی دارم در میارم که بیشترین درآمدو از یوتیوب داشتم و واقعا به این پول احتیاجی ندارم. یعنی اگه که الان تو یوتیوب موندم به خاطر فقط اینه که من شماها رو دوست دارم. این 4000 نفر که از اولش تا الانش با من بودن، نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم که توی پایین ترین نقطه زندگی من با من بودین، توی بالاترینش با من بودین. من هیچ وقت یادم نمیره که کی مون پیش من. من از خود بین یوتیوبرا، بین اینستاگرامرا، هیچ وقت یادم نمیره که کی مون پیش من، کی منو ول کرد. و هیچ وقت نمیتونم دوباره ببخشمشون، به خاطر اینکه من اگه هر زمانی از هر کسی که حمایت کردم جنبه اینم داشتم که اگه که این آدم از من زد بالاتر چی، اگه این آدم پیشرفت کرد چی، پیشرفت کنه، اون پیشرفت کنه، انگار من پیشرفت کردم. همیشه با این ذهنیت رفتم جلو. ولی بقیه با من اینجوری نبودن، بقیه اون صداقتی که من باشون داشتم و نداشتن. من شاید خیلی شوخی کرده باشم، ولی هیچ وقت هیچی دو دلم نبوده. ولی بقیه قلب من رو شکوندن، بقیه ما من بد کردن. من هیچ وقت هیچ کسی رو قضاوت نکردم، ولی شما ها من رو قضاوت کردین. من سر یه درامایی که توی یوتیوب پیش اومد، یعنی حتی گفتم توی کانال من فوش ندیم به این آدم، چون من نمیدونم جریان چی بوده، من توی این ماجرا نبودم، من توی این دراما نبودم. هیچ وقت راجع به این دراما با کسی حرف نزدم.
حتی مثلا همون موقع من رو پستی که تک می‌شدم هیچ وقت شیر نکردم، چون گفتم من در جایگاهی نیستم که بخوام کسی رو قضاوت کنم. ولی دلیلی، یکی از دلایلی که دارم این ویدیو رو پر میکنم اینه که خیلی ها منو قضاوت کردن، خیلی ها بر من نوشتن که تو خواستی از بقیه بری بالا، یه ذره که رفتی بالا ولشون کردی. بر من نوشتین که خیلی چیزا نمیخوام بگم چون دلیل نداره، ولی این همه اینا خیلی منو ناراحت کرد، خیلی قلب منو شکست. و یه تایمی احساس کردم که خب چرا من باید همه اینا رو تحمل بکنم؟ من نه به پول یوتیوب احتیاج دارم، نه به معروفیت احتیاج دارم، به هیچی. وقتی حالمو داره بد میکنه چرا باید اینو ادامه بدم؟ در صورتی که من همیشه هم خودم بودم، از اولش خودم بودم. من از اولین ویدیویی که گذاشتم کامنتاتون رو خوندم، لایک کردم، چه 100 تا کامنت گرفتم، چه 2000 تا کامنت گرفتم، کامنتاتون رو تک به تک خوندم، لایک کردم، جواب دادم. توی اینستاگرام همیشه سعی کردم جواب بدم، توی تیک تاک سعی کردم اگه کسی برام سوالی می‌نویسه، مسیج میده، همیشه سعی کردم جواب بدم. ولی این حق من نبود که من اینجوری قضاوت بشم. و این آدما، حالا میگم این آدما، نمیخوام بهشون بی‌احترامی بکنم چون نمیخوام اسم ببرم، دارم میگم این آدما. من از زمانی که این اتفاق افتاد، من 10 بار تک به تک زنگ زدم، 10000 تایی شدم، هر یک سالگی کانالم شد تشکر کردم، باز زنگ زدم بهشون تشکر کردم. من آماده بودم که اگه که من یه دونه دلیل میگفتن همون موقع، حتی اگه که به این دلیل باور نداشتم، من آماده بودم که معذرت خواهی بکنم. ولی هیچ وقت این فرصت به من داده نشد که حتی من بدونم که من چیکار کردم که اصلا کسی رو ناراحت بکنم. و اینکه خب من از بقیه شنیدم که نه، تو اصلا کاری نکردی که بقیه ازت ناراحت بشن. و اینکه به این دلایلی خب اینا تصمیم گرفتن که این اتفاق پیش بیاد. من همیشه سعی کردم که بازم بهشون یه فرصت بدم که حداقل به من بگن که چه اتفاقی افتاده، ولی خب این اتفاق نیفتاد. من که خب گفتم خب من چرا باید اینا رو تحمل کنم، من چرا باید اینا رو تحمل بکنم، و تصمیم گرفتم از یوتیوب برم بدون اینکه هیچ حرفی بزنم. ولی خب با بعضی از بچه‌ها که باز اینستاگرام را حرف می‌زدم، گفتن که خب تو چرا داری میکشی عقب وقتی تو کار اشتباهی نکردی. و اینکه احساس کردم من دارم همون کاری رو با شماها میکنم که بقیه با من کردن، یکو میرم بدون اینکه هیچ چیزی بگم، بدون اینکه دلیلی بیارم و بیشتر بذارم که قضاوت بشم. برای همین تصمیم گرفتم این ویدیو رو بگیرم. و اینکه از الان به بعدش قضاوت با خودتون، به من ولی چیزی نگید. من نمیخوام دیگه بشنوم هیچ چیزی راجع به این قضیه. از الان به بعد توی کانال من هیچ کدوم از این آدما دیگه امکان نداره باشن، امکان نداره ویدیو مشترکی باشه. و اینکه همین دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودید، ببخشید اگه ناراحتتون کردم. و از این به بعد من هستم پرقدرت‌تر، پر انرژی‌تر، سعی میکنم مرتب ویدیو بگیرم، مرتب ویدیو بذارم. و همین دیگه، شاید ویوها کمتر باشه ولی بیشتر دوستتون دارم، چون میدونم کسایی که الان توی کانال من موندن کسایی هستن که منو به خاطر خودم دنبال میکنن، نه به خاطر اینکه کس دیگه یا تو کانال من ببینن. و دوستتون دارم، منتظر کلی ویدیوهای خفن باشید. فعلا خدافظ.